بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سلسله درس های مضمون تفسیر آیات احکام قرار داریم، سمستر پنجم. جلسات گذشته مسائل خیلی زیاد خوانده بودیم و بالاخره دقیقاً در جلسه گذشته کفارة الیمین و تحریم الخمر و المیسر صفحه 225 عنوان مورد در رابطه با انواع یمین صحبت کردیم، یمین لغو، غموس و منعقده، و همچنین در رابطه با حرام بودن خمر و میسر، شراب و قمار نیز صحبت کردیم. گفتیم که مراحل تحریم خمر 4 تا هست، یعنی خمر و شراب یک بارگی حرام نشده بلکه به 4 مرحله حرام شده است که قدم به قدم پیش رفتن در موضوع را میرسند. احکامی هم در این رابطه داشتیم. آیا کفاره قبل از خالص شدن روا هست؟ شافعی ها میگفتند در صورتی که کفاره مالی میخواست ادا کند آری. احکام دیگری هم بود، دیگه خیلی وارد جزئیات نمیشیم. حکم چهارم، آیا خمر تمام مسکرات را در بر میگیرد؟ مذهب حنفی ها و مذهب جمهور حرف حدیث هایی داشتند. آیا خمر نجس است یا تنها حرام میباشد؟ و بالاخره به ماتر شد و الیه الآیات الکریمه آمدیم و بعد از آن امروز عنوان داریم حکم الانفال فی الاسلامی، صفحه 228 کتاب شما. تفسیرات احکام همه باید داشته باشین، دیگه نیازی نیست که روی موضوع هر لحظه صحبت کنیم، با شما از سمسترهای گذشته هم تفسیرات احکام داشتید. انفال جمع نفل به معنای زیادی، این معنای لغوی. یک توضیحی که در این رابطه بدین، هدف در اینجا غنیمت هایی است که در جنگ و در جهاد مسلمان ها به دست میاد. متوجه باشین که هدف شخص مسلمان از اشتراک در جهاد به دست آوردن غنیمت نیست. چطور میگه اقبال؟ نه مال غنیمت، نه کشور گشایی. هدفش این نیست که غنیمت به دست بیاره و یا کشور را با فتوحات بر حدود و مرزهای آن بیفزاید. هدف شخص مسلمان از وارد شدن در جهاد اعلای کلمت الله است. چرا بر علیه کفار می جنگند؟ به خاطر اینکه نام الله بلندترین و والاترین باشد. اگر به خاطر قوم جنگید جهاد نیست. اگر به خاطر زبان جنگید جهاد نیست. به خاطر قدرت با یکدیگر جنگیدن جهاد نمی باشد. به خاطر سمت و به خاطر مسائل که یک ثروتی به دست بیاورند و یا اینکه یک عده‌ای در جامعه به حیث شجاع و به حیث قهرمان و به حیث حالا جدیدن مد شده است که بله باید ما مارشال باشیم. با کدام کارنامه؟ مارشال اصولا به کسی گفته میشه که در جنگ های کلان جهانی، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، یا در جنگ های دو قاره، یا در جنگ های علی‌الاقل دو کشور فتوحات عظیم به دست آورده باشد، به یک کشور را فتح کرده باشد، مارشال تیتو است، مارشال فلانی. اما اگر کسی در جنگ های داخلی مردم مؤمن و متعهد برادران مسلمان را در این کشور به قتل رساند، چور و چپاول کرد، قتل و غارت بری کرد، نه تنها که جر مارشال نیست بلکه خائن ملی در کشور هست و به حیثیت غدار باید محاکمه بشه، ولو اینکه نظام استعماری او را محاکمه نکند، در ضمیر و در وجدان مردم این شخص منفور و ملعون و مطرود ملت است. هدف از جهاد اگر به خاطر قوم و سمت و زبان و قدرت و منصب وارد جنگ شد، اصلا ابدا این شخص مجاهد نیست. جهاد یا هالی وار یک اصطلاح خیلی مقدسی است. اینطور نباشد که با اصطلاحات اسلامی و شرعی بازی بشه. مثلا مهاجر کی است؟ مهاجر کسی است که به خاطر رضای الله و به خاطر اجرای احکام الهی دار کفر و سرزمین کفر را ترک بکند
و به سرزمین اسلامی جایی که احکام شرعی در آنجا تطبیق میشه با آنجا بیاید. این شخص مهاجر است. تعریف اصطلاح مهاجر. و من کانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى دنیا و من کانت هجرته الى دنیا و من کانت هجرته الى الله و رسوله فهجرته الى الله و رسوله و من کانت هجرته الى دنیا یصیبها او امرأة ینکحها فهجرته الى ما هاجر الیه. رسول گرامی اسلام قواعد موضوع را کلا واضح و روشن ساخت. حالا اگر کسی به خاطر اینکه به کشورهای یورپی برود، این شخص را ما مهاجر شرعی گفته نمیتونم. آها، این نفر خانه بدوش هست، این نفر ریفیوجی هست، بی خانمان هست، هر چی که میگیم، اما مهاجر گفته نمیتونم. کسانی که در جنگ های داخلی برادران مسلمان خود را به قتل میرسانند یا به خاطر قوم و زبان جنگ میکنند، اینها مجاهدین نیستند و اگر هم کشته شدن شهید نمیباشند. اینها اصطلاحات شرعی از شهید تو نباشد که هر کس در هر عقل و غارتگری، در هر دزدی، در هر فساد کشته شود اسمش را شهید بگذارند. و تازه غربی ها را هم میگویند که شما شهید دادین کجا میرید. غربی هایی که به کشور آمدن اشغالگران هستند و اگر کشته شدن مرتدان بیش نمی باشند، ولو اینکه بدونی که در جنگ کشته شدن. آنها اصلا به اسلام و به دین و به شهادت و این موضوعات باور ندارند. با اصطلاحات شرعی نباید بازی بشه. اصطلاح استخاره مثلا، درخواست خیر کردن، اصطلاح شرعی است که اگر کسی در بین دو کار مباح و جایز و روا دوچار تردید شد استخاره میکنه. مثلا استخاره میکنه که پوانزه شریعت بخوانم یا بیایم با پانتون پوانزه شریعت بخوانم یا برم با مدرسه درسای دینی را ادامه بدم. شک و تردید هست. هر دو جانب یک خوبی های مفاد برایش داره. طرف دو خواستگار داره. هر دو ارزندام کردن از خود تعریف های زیادی پیش میکنند و تقدیم میکنند. حالا این خانم به خاطر اینکه از همون شک و تردید بیرون بشه استخاره میکنه. استخاره با پروردگار خود گویا مشوره میکنه، دعای هم داره. اما اینطور نیست که کس استخاره بکنه که قوت های اشغالگر خارجی در این کشور باشند یا نباشند. آه، استعمار با این مردم چی کار کرده است؟ همه چیز خود را از دست داده. همات الدین قد ضلوا و بانت ضلالتهم فباعوا الدین بالدنیا فما ربحت تجارتهم. اینها دین را فروختند، آخرت و رستاخیز و ایمان را فروختند در مقابل دنیا، اما این تجارت برایشان هیچ سودی نرسوند. حالا شخص مسلمان وارد جهاد که میشه، هدفش یست که اعلاء کلمت الله و هدفش یست که به درجه رفیع شهادت باشه. مال غنیمت را کشور گشایی نیست. حالا اگر بعد از جنگ و جهاد و فتوحات غنیمتی هم به دست آمد، چطور بین مسلمان ها، بین مجاهدین تقسیم میشه؟ حکم انفال در اسلام. چند صفحه بعد باز این موضوع بیشتر توضیح داده میشه. در صفحه 235 کیفیت و قسمت الغنائم چگونه تقسیم میشه؟ آن آیات با این آیات ارتباط وثیقه دارد. فرموده الهی آیات شماره 1-4 سوره انفال. قطعا و جبران ای آیات رو باید حفظ بکنین به همراه ترجمه. راه دیگر وجود ندارد. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. ای محمد، ای پیامبر، از تو در رابطه با نفلها، با غنیمتها پرسان میکنند، سوال میکنند. بگو انفال از آن الله و پیامبرش است. فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. پس تقوای الهی اختیار کنید، از الله بترسید و معاملات ذات البین خود را اصلاح کنید. آنچه که در بین شما هست، روابطی که دارین، داد و ستود که دارین، با یک دیگر اصلاح شد. و اطیعوا الله و رسوله و از الله و پیامبرش اطاعت کنید. ان کنتم مؤمنین، اگر شما واقعا مؤمن هستید، اگر ایمان دارید، باید از الله و پیامبرش اطاعت شد. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. از الله و پیامبر و ولی امری که از خود شماست اطاعت کنید.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مسلمانان و مؤمنان واقعی کسانی هستند که چون یاد الله شود دلهایشان میترسد. و اذا تلیت علیهم آیاته، و چون آیات پروردگار بر آنها تلاوت شود، زادت هم ایمانا، بر ایمانشان افزوده کرد، ایمانشان زیاد میشه. قرآن صراحتا میگه که ایمان زیاد میشه. عقیده اهل سنت به طور عمومی است که الایمان و یزید و ینقص، ایمان زیاد و کم میشود. یزید و بالطاعت و ینقص بالمعصیه. اگر طاعت و عبادت کرد، نماز خواند، روزه گرفت، زکات داد، در خدمت بنی نوع بشر بود، در خدمت علم و دانش بود، ایمانش افزایش پیدا کرد. و اگر در گناه و در فسق و در فجور و در ضیاع وقت، خصوصا روی موضوع ضیاع وقت من میشه کلیک میکنم، گناه بس بزرگ است. روز قیامت شخص قدم برداشته نمیتواند مگر اینکه از او چند سوال بشه. عن عمره فیما افنا و عن شبابه فیما ابلا. عمر را چطور فنا کردی؟ 60-70 سال عمر داشتی، در این 60-70 سال چه کار کردی؟ آیا کدام کشمیر و فلسطین فتح کرده بودی؟ آیا کدام کارنامه علمی بزرگ داشتی؟ آیا در خدمت بشریت، در خدمت انسانها بودی؟ و باز در این 60-70 سال یک دوره طلایی هست به نام جوانی، از 20 سالگی تا 40-45 سالگی. جوانی را چطور برباد دادی؟ خصوصا جوانی خیلی در زندگی انسان مهم است. الا لیت الشباب یعود فاخبره بما فعل المشیب. کاش که جوانی برمیگشت، به او میگفتم که پیری چه بلایی به سر ما آورده است. لذا اگر وقت خود را ضایع کرد، به گناه افتاد، معصیت کرد، در فسق و فسوق و فجور بود، با ارازل و اوباش نشست و برخواست داشت، با انسانهایی که نماز نمیخوانند، با انسانهایی که در خدمت استعمارگران هستند، با انسانهایی که به حرام و رشوت ملوث میباشند، اگر با این مردم نشست و برخواست کرد، ایمانش ناقص میشه. الایمان و یزید و ینقص. و اذا تلیت علیهم آیاته، و چون آیات پروردگار بر آنها تلاوت شود، زادت هم ایمانا، بر ایمانشان افزوده میگردد. و علی ربهم یتوکلون، و بر پروردگارشان توکل میکنند. کی هستند مؤمنان واقعی؟ الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. آنانی هستند که نماز برپا داشته و از آنچه به آنها روزی دادیم انفاق میکنند. ما روزی دادیم، از آنچه که ما دادیم یک قسمتی را هم به فقرا و به غریبها و به مستمندها میدهند، انفاق میکنند. الله متعال اکانت بنکی ندارد که ما به اکانت پروردگار یک مبلغ ترانسفر کنیم. پیامبر هم فوت کرده است، ابوبکر و عمر هم مردند. این که ما زکات میدهیم و صدقات میدهیم، در واقع با یک دیگر کمک میکنیم، تعاون میکنیم، همکاری میکنیم، با یک دیگر همیاری داریم، به خاطر اینکه انسان بودن خود نشان بدیم. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اگر فقر دیگران ما را به لرزه نینداخت، اینجا هست که در ایمان خود باید تجدید نظر کنیم. مسلمانان واقعی کسانی هستند که نماز برپا می کنند. این تو نگفته است که نماز می خوانند. یک ادا کردن و خانه‌پوری است، یک اقامه صلات است. با خشوع و خضوع، با تدبر در آیات الهی. نصلات تنها عن الفحشاء والمنكر. نماز اگر واقعا نماز باشد، انسان را از کارهای زشت و بد باز می‌دارد. و اگر باز نیامد، یعنی چی باز نیامد؟ هم نماز می‌خواند و هم آن کار دیگر می‌کرد، معناش این است که در نمازش خلل وجود دارد. مؤمنان واقعی کسانی هستند که نماز برپا داشته و از آنچه به آنها روزی دادیم انفاق می‌کنند، خرج می‌کنند. اولئک هم المؤمنون حقا. اینها مؤمنان واقعی هستند. لهم درجات و عند ربهم، نزد پروردگار درجات و مقام و منزلت والا و بالای دارند. و مغفرتون، و برایشان بخشش هست نزد پروردگار. و رزق کریم، و روزی کریم، روزی بزرگ باری دارند، روزی با کرامت دارند، مهمان نوازی میشن. این رزق کریم است، یعنی مفتخور نیستن اونجا. این بود ترجمه آیات کریمه، ترجمه دقیق حتما باید داشت. تحلیل لفظی. حالا توضیح واژگان داریم. انفال جمع نفل، به تحریک میگه، یعنی نفل، جمع نفل نه. مراد در اینجا غنیمت است. لبید هم، لبید یکی از شاعران
بزرگ عرب هست از شعرای سبعه. شما در مدارس دینی یک مضمون قدیما میخوانده به نام المعلقات السبعه، هفت قصیده و شعری که بر دیوارهای کعبه آویزان بوده است. از بس که مهم بوده و اشعار نغز و دلکش بوده، فعولن و مفاعلن خوب رعایت شده بوده، سجع و قافیه و ردیف در آن به نحو احسن چیده شده بوده، اینجا است که اینها اهمیت خاص داشت و به نام قصاید سبعه مشهور بود. هفت قصیده مشهور. قصیده امرؤ القیس ابن حجر الکندی، پادشاه ظلیل، الملک الظلیل. قصیدهش، قصیده لامیه با این ابیات شروع میشه: قفا نبک من ذکر حبیب و منزلی، به سقط اللوا بین الدخول فحملی، فتوذ حف المقرات لم یعفر اسمها، لما نسجتها من جنوب و شمعلی، ترا بعر الارام فی عرساتها، و قیانها کانها حب فلفلی، وقوفا بها صحبی علی مطیهم، یقولون لا تهلك اسا و تجملی، فا این شفای عبرت مراقته، فهل عند رسم دارس من معبلی. کوشش کنین که قصاید سبعه را حفظ بکنین. وقتی که شریعت میخوانین خوب شریعت بخونین. اگر طب میخوانین طبیب حاذقی باشین. اگر اقتصاد اکنامیکس میخوانین اقتصاددان ماهر باشین. اگر به پولیتیکل ساینس وارد میشین یک سیاستمدار مؤمن و متعهد باشین. وقتی هم که شریعت میخوانین یک دانشمند بزرگ حتما باید باشین. قصاید سبعه، هفت قصیده بزرگ. امرؤ القیس بن حجر الکندی، زهیر بن ابی سلمان، عنتر بن شداد عبسی و یک از صاحبان قصاید سبعه لبید هست. قصیده ایشی تو شروع میشه: ان تقوا ربنا خیر نفل و به اذن الله ریثی و عجل. شعر خیلی خوبی هست. تقوای پروردگار ما بزرگترین نفل برای ما میباشد، بزرگترین فضلی است که به ما داده شده و به یاد پروردگار و به اجازه پروردگار هست کارهای عاجل و عاجل ما هر دو. انفال جمع نفل، نفل به معنای غنیمت. همچنین شاعر دیگر عرب، یک دیگر از اصحاب قصاید سبعه، عنتر بن شداد عبسی میگه: انا اذا احمر الوغا نرو القنا و نعیف و عند مقاسم الانفالی. وقتی که جنگ سرخ بشه، تنور جنگ خوب داغ بیاید، ما تیراندازی میکنیم، شروع به جنگ میکنیم. آها، وقتی که نفل تقسیم میشه، غنیمت تقسیم میشه، ما دیگه بیاد گوش هستیم، کسانی نیستیم که دنبال غنیمت بدویم و غنیمت ها را به دست بیاوریم. نفل آنچه که زیاد باشه. هدف مسلمان از جنگ رضایت الله، اعلای کلمت الله و شهادت است. حالا اگر غنیمتی هم به دست آورد، یک چیز زیادی است. اصل نفل به سکون به معنای زیادی. شما نگاه کنید، یک نماز فرض داریم، واجب داریم و یک نمازهای نفلی داریم. در دل شب طرف میخیزد 8 رکعت 10 رکعت نماز میخوند. نماز رسول گرامی اسلام در رمضان و در غیر رمضان نماز شبشان از 11 رکعت بیشتر نبوده است. حدیث صحیح بخاری، راوی هم ام المؤمنین عایشه صدیقه. از اون جمله صلات نافل هست، نماز نافل که بر فرض زیادی هست. و ولد ولد را هم نافله میگوید. یک خب فرزند است، خب طرف فرزند خود را دوست دارد. یک نوه و نواسهش هست، این دیگه نفلی هست، زیادی هست. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن، و ما برای ابراهیم اسحاق را بخشیدیم و یعقوب را هم نفلی و زیادی بخشیدیم. یعقوب فرزند اسحاق. و در حدیث داریم که رسول گرامی فرمودن: با احلت لی الغنائم ولم تحل لأحد قبلی. آها، رسول گرامی فرمودن که به من 5-6 ویژگی داده شده که به پیامبران قبل از من داده نشده است. یک، اوتی تو جوامع الکلم، سخنان جامع و کوتاه به من داده شده است. جملات خیلی کوتاه، فصیح و بلیغ که پیامبران گذشته چنین جملات بر زبان آوردن میتونست. مثلا الدین و النصیحه، دین خیر خواهی است. جمله خیلی کوتاه با معنای زیاد. انما الاعمال بالنیات، مثلا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده و المهاجر من هاجر الخطايا و المعاصی. این جملات کوتاه، فصیح و بلیغ، یک از ویژگی های رسول الله.
ویژگی دوم و جعلت لی الارض کلها مسجدا و طهورا، همه روی زمین برای ما مسجد قرار داده شد. در هر جای روی زمین به جز در قبرستان ما می توانیم نماز خود را ادا کنیم. دشت باشد، صحرا باشد، مزرعه باشد، کوه باشد، سر کار باشد، داخل سنف باشد، دفتر باشد، اداره باشد، ریاست باشد، وزارت باشد، پادشاه، هر جایی که باشد. مسجد مؤمن همه روی زمین، سخت کوشد بنده پاکیزه کیش، تا بگیرد مسجد مولای خیش. تمام روی زمین مسجد ما هست، ما باید مسجد خود را بگیریم. یورپ باشد، امریکا باشد، افریقا باشد یا جنوب شرق آسیا باشد، قطب باشد یا هر جایی که باشد، مسجد ما هست، زمین از آن ما هست. این ویژگی دوم سنت. همچنین فرمودن ما آخرین پیامبرم است، بعد از من دیگه پیامبر نیست. و فرمودن که یکی از ویژگی های من آن است که غنیمت ها برای من و امتم روا شده و حلال شده، برای پیامبران گذشته چنین اجازه ای نبوده است. از غنیمت استفاده کرده نمیتونست، برایشان حلال نبوده است. در اینجا سه واژه و سه لفظ است، متوجه باشید. یک نفل، دیگر غنیمت، دیگر فیعه. نفل زیادی است چنان که گفتیم، غنیمت در نفل داخل است، یک زیادی بوده که الله متعال برای امت حلال کرد. غنیمت آن است که در جنگ بعد از شکست کفار از آنها گرفته شد. در غنیمت حتما باید جنگ باشد. و فی ما اخذ به غیر قتال، مال است که بدون از قتال از دشمن گرفته بشه. مثلا لشکر اسلامی وارد منطقه میشه با مشرکان و کفار همون منطقه، بعد از گفتگو، بعد از حوار، بعد از دایلوگ های زیادی، بالاخره به نتیجه میرسن که این منطقه در تصرف مسلمان ها باشد و جالیه اسلامی در آنجا باشد. اینجا دیگه این نفر است، ای فی است ببخشید. و ما افا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب. فی که الله بر پیامبرش داده، شما در آنجا اسب و یا شتر نتاختید، به جولان در نیاورد. نتاختندید یا نتاختید؟ نه، هر دو تا رو میگم. اسب و یا شتر به جولان در نیاوردید. تا یکی جمله درست کنید کدام صحیح است؟ و ما افا الله. پس فی مال و ثروتی است، بیشتر زمین بوده که مسلمان ها با صلح به دست می آورد. غنیمت بیشتر اموال منقول که مسلمان ها بعد از جنگ به دست می آورد. و نفل عام هست، می تانه که دوتا را شامل باشد. ای بود الانفال، توضیح واجب کلمه الانفال. فاتقوا الله، پس از الله بترسید. تقوا، وقایه. همیشه می شنویم که الوقایه تو خیر من العلاج، وقایه از علاج بهتر است. میگن از همین وایرس چطور هست، کووید 19، کرونا، خود را وقایه کنید، خیلی نزدیک یک دیگر نشوید و دست ندهید و همه مواردی که میشه پیشتر. پس از الله بترسید. چطور از الله میترسید؟ فرامین الله را به جا میآوریم و از نواهیش اجتناب میکنیم. ما را فرمان داده که نماز بخونیم، روزه بگیر، کونو مع صادقین، به همراه راستان باشید، و همراه نیکان باش، در خدمت جامعه باش، با فقیرها و غریبها با توی دستان دستگیری داشته باش. این تقوا است اگر این کارها را انجام دهیم. و از نواهی باز آییم، دروغ نگوییم، غیبت نکنیم. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت یک دیگر را نکنیم. ولا تقربوا مال الیتیم، به مال یتیم نزدیک هم نشوید. اینها نواهی است. اگر فرامین را انجام دادیم و از نواهی خود را دور کردیم، در اینجا تقوا و خوف الهی در قلب ما حاصل شده است. ذات بینکم، آنچه که در بین شما است، احوال بینکم، احوال و حالات که در بین شما است، و اصلحوا ذات بینکم، آنچه که بین شما هست را درست کنید. یعنی چی؟ در بین خود الفت به وجود بیاورید، محبت به وجود بیاورید، اتفاق داشته باشید و از افتراق و از شقاق و از نفاق دوری اختیار کنید. ذات بینکم. وجلت قلوبهم، وجلت به معنای فزعت، دلهایشان میترسند. و شعرت اشفاقا منو، دلهایشان به لرزه میفتند از عظمت پروردگار،
از جلال پروردگار. اصل وجل یا وجل به معنای خوف و فزع. فرشته هایی که به شکل انسان به خانه ابراهیم علیه السلام آمدن، ابراهیم به اونها چه میگه؟ انا منکم وجلون، ما از شما میترسیم. خصوصا ابراهیم یک گساله خیلی چاق خوب داشت، این گساله را شروع کرد ذبح کرد و به هر حال بریان کرد آورد، دید که این فرشته ها نمیخورن، همین مهمان ها نمیخورن. اگر مهمان نان صاحب خانه را نخورد، اینجا دیگه صاحب خانه باید به تشویش بشه که حتما یک مشکل، یک موضوع وجود دارد که چرا از غذا تناول نکرد. گفت این نامین کن وجیلون، ما از شما میترسیم. قالو گفتن لا تجل، نترس، این نانو بشه رو که به غلام علیم، ما تو را به یک فرزند دانای بشارت بده، مجده بده. نه تنها که تو نباید بترسی، بلکه مجده هم با تو را یک فرزند دانای بود داده بشه. در اینجا خانم ابراهیم علیه السلام هم میشنود، تعجب میکنه. یعنی چی؟ من پیر هستم و ها دا بعلی شیخا و این شوهر من هم پیر است. نزدیکی 80-90 سال هر کدام عمرشان بود. دیگه چطور است که ما صاحب فرزند شد؟ فرشته ها میگن این فرمان پروردگار شماست و ما به سوی قوم لوط فرستاده شدیم تا آنها را نیست و نابود کنیم. وجلت قلوبهم، وجل به معنای خوف و فزع. زادت هم ایمانا، ثبات در ایمانشان پیدا میشه، بر ایمانشان افزوده میشه، در اعمال خود، در اعمال صالحه تشویق بیشتر میشه. جمهور از این آیه و آیات دیگر مشابه هم استدلال کردند که الایمان و یزید و بیان خود، ایمان زیاد و کم میشه، یزید و به طاعت و ینتقص و بالمعاصی، چنان که امام بخاری باب میگذاره. ایمان با اطاعت پروردگار، با نماز خواندن و با روزه گرفتن و با زکات دادن زیاد می شود و با گناه و با فسق و با فجور و با غیبت و با دروغ و با خوردن حق دیگران کم می شود. پس همیشه تلاش بکنیم ایمان خود را زیاد بکنیم. بیاییم که ایمان خود را بر ایمان خود بیفزاییم. مسلمان ها همه در ایمان برابر نیستند. یک مسلمان فاسق فاجر بدبخت است و یک ابوبکر صدیق است. آیا می توان گفت که ایمان این دو با هم برابر است؟ خیر، هرگز چنین نیست. یتوکلون، توکل، اعتماد بر پروردگار خود اعتماد می کنند. توکل علی الله شعار متقین است، چنانکه در قرآن کریم داریم سوره فرقان و توکل علی الحی الذی لا یموت، و بر ذات زنده ای که هرگز نمی میرد توکل کن. آها، اعتماد بر پروردگار، توکل بر پروردگار. البته توکل به معنا نیست که ما هیچ تلاش نکنیم، زحمت نکشیم، بگیم الله روزی رسان است، رزق و روزی ما را میرساند. اگر هیچ تلاش نکرد و در یک جای غلطیده بود و گفت که الله روزی رسان است، این یقین داشته باشه که دو سه روز بعد میمیرد، خلاص به اطلاع دوستان و دشمنان رسانده میشود که این نفر بر اساس توکل بی جایی که کرده بود فوت کرده و از دنیا رفت. اعقل و توکل، با توکل زانوی اشتر ببند. طرف آمد گفت ای رسول گرامی، شما گفتین که توکل کنید، من هم توکل کردم، دیشب شطور خود را در صحرا رها کردم، صبح که رفتم گرگا شطور را خورده بود. پیامبر فرمودند نگاه کن، ای قلب توکل، اول شطور خود می آوردی داخل یک جای خانه، دروازه را بسته می کردی، پای شطور را بسته می کردی، بعد توکل می کردی. تو نباشد که اگه دی بگویم که والا ما متوکل هستیم، اینا متوکل نیستن، اینا متآکل هستن، می خواهند به همین طریق زحمت نکشن و مال دیگران را بخورن. یقیمون صلاة، نماز برپا می دارن. یعنی چی؟ یؤدونها کاملتن، نماز را کامل ادا می کنن، ارکان آن را، شروط آن را تکمیل. کسی آمد در مسجد رسول گرامی اسلام، زود زود شروع کرد به نماز خواندن. پیامبر بود چی فرمود؟ قم فصلی و اینک لم تصلی، بخیز نماز بخوان که تو نماز نخواند. ای چی رقم نماز می خواند؟ مجرد اینکه به رکوع رفت، از رکوع دیگه شارکت می رفت به سجده، و بعد سجده ها هم خیلی زود مثل که مرغ همو منقار خود را بر زمین می زنه، همینطور بر زمین می زد. پیامبر فرمودن نماز اینطور میشه، سوره فاتحه به همراه یک سوره دیگر بخوان، به رکوع برو، در رکوع آن طور باش، قرار بگیر که مطمئن شوی تو در رکوع هستی، بدن استاد شو، طور استاد باش که مطمئن شوی تو استاد هستی. سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض، ملء ما شئت من شيء بعد. میگه نمی قدر
بکنون اسمم بشتنه تا نباشد که شرکت از رکوع برود به سجده برود. یعنی تراوی هایی که میبینیم جار و جنجال است که 20 رکعت بخوانیم یا 40 رکعت بخوانیم یا 8 رکعت بخوانیم. برادر اگر به همین شکل با سرعت تمام بخوانی هیچ چه نخوانی بهتر. 8 رکعت خیلی آهست، در صورتی که 20 رکعت میخواندی باز هم آهست، 38 رکعت میخواندی باز هم آهست. یقیمون الصلاة، نماز برپا میدارن. یعنی چی؟ یعنی با ارکان و شرایط ما وضوع خود را درست میکند، لباس خود را درست میکند، جای نماز خود را درست میکند، بعدا با حضور دل، با خشوع و خضوع در حضور رب العزت استاد میشود. الحمدلله رب العالمین، همه ثنا و ستایش از آن الله پروردگار جهانیان است. الرحمن الرحیم، ذات مهربان مهربان است. مالک یوم الدین، پادشاه روز جزا است. ای تو نگفته که نماز ادا میکنه، بلکه گفته نماز را برپا میدانه. نگفته یو ادون از صلاح او یو سلون، ای تو نگفته. مراد خانپوری نیست، بلکه مرادی است که بر وجه کامل چنان که در حدیث و در قرآن آمده با اطمینان، با خشوع و خضوع ارکان و شروط همه رعایت بشه. هر جایی در قرآن آمده در رابطه با نماز اقامت آمد، اقام الصلاة و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. درجات، درجات جمع درجه، منازل، مقامات عالیه در جنت. چطور؟ اولئک هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم، برایشان نزد پروردگار مقامهای خیلی عالی و رفیع میباشد. و مغفرت و بخشش است و رزق کریم و روزی بزرگ است، روزی که در آن کمی و کوتاهی وجود ندارد. البته سبب نزول دیگه جلسه بعدی میخونیم. کمی درس یک بار دیگر یک تکرار مختصر میکنیم. یه ساعت گذشته عنوان داشتیم کفاره یمین و تحریم الخمر و المیسر. دو عنوان بود گویا در رابطه با انواع قسم و حرام بودن شراب و قمار. احکام زیادی در این رابطه وجود داشت. بعدا عنوان کلان دیگری داشتیم، حکم الانفال فی الاسلام، حکم نفل ها در اسلام، غنیمت ها در اسلام. گفتیم که شخص مسلمان به خاطر غنیمت به جهاد نمیره، بلکه به این خاطر میره که رضایت الله را به دست بیاورد، در سرزمین پروردگار، در زمین خدا احکام الهی جایز، احکام الهی نافذ باشد و نافذ باشد. همچنین هدفش ایست که اعلای کلمت الله، هدف شهادت. اما اگر با وجود اینها بعد از تمام موارد فتح حاصل شد و غنیمت به دست آوردن چگونه تقسیم می شود؟ یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول، حکم آن به سوی الله و پیامبر است. و بعدا توضیح واژگان داشتیم، واژه های کمی مشکل تر. انفال گفتیم که انفال جمع نفل به معنای زیادی و 5-6 واژه دیگر. جلسه بعدی سبب نزول را می خوام، سبب نزولی که صفحه 230 است. درس ما همینجا به پایان رسید و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.